سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره ریاکت روتر در خدمتتون هستم. دوستان، جلسه قبلی ما این مثال خیلی ساده و جمع جور رو زدیم، بریم سراغ بحث بعدیمون به نام اینکه شما چجوری توی URLتون پارامتر داشته باشه، بهش میگن URL پارامتر. خب بریم همون مثال جلسه قبل رو بچه ها یه جوری درستش بکنیم. خب من میام این سه تا فانکشن رو پاک میکنم، تبدیلش میکنم به یه دونه فانکشن بچه. خب اسمش رو میذارم فانکشن چایلد. خب بعد داخل اون چایلدمون یه دونه اچ رو میذارم، مینویسم آیدی دو نقطه آیدی. خب فعلا کاری نشده، شما آیدی چیه برمیگردیم برسیم بهش. خب میام پایین، این بالا کلاس مپ هم بمونه، دیو هم بمونه، یو ال هم بمونه، ال آی هم بمونه، لینک هم بمونه. میگم اگه کسی با اسلش مثلا اسلش چی مثال بزنیم، اسلش پروداکت کار داشت، خب نمیزنم پروداکت، ای باید سر جاش باشه، کانتکت هم سر جاش باشه. میام پایین توی سویچ هم به جای اینکه سه تا روت بنویسم یه دونه روت بنویسم. اگزکت هم دیگه نمیخوایم، میسم پت اسلش دو نقطه آیدی. بهتون میگم آیدی چیه. این هم دیگه نمیخوام، این دو تیکر دیگه نمیخوام بچه. میسم اگه کسی با اسلش پت اسلش دو نقطه آیدی کار داشت، هدایتش کن به children مساویه child این. خب هدایتشون کن اونجا. وقتی هدایت کردی اونجا چی کار کن؟ ابتدای کامپوننت میام میگم که خیلی خوب، تو کاربر تو که روی لینک اسلش مثلا پروداکت کلیک کرده، هدایت کردی سمت من، یه خواهش ازت دارم، اون قسمت آیدی شو به من بده. بعد از اسلش میشه آیدی دیگه بچه، نگاه کن این آیدیشه، این آیدی این پیجه، اینم آیدی این پیجه، اینم آیدی این پیجه. وقتی چالدن باز میشه میگم آقا جان اون آیدی رو بده من میخوامش. میگه باشه تو آیدی رو میخوا، خب این آیدی use params. دستور use params تو اون کامپوننت چالد آیدی رو میده، آیدی رو میگیره اینجا نمایش میده. بریم ببینیم توی صفحه بعد دوباره میام توضیح میدم خدمتتون. بذارید یه کار کنم، بذارید بذارم کنار این همزمان با هم ببینیم. خب الان من داخل اسلش هم بچه، خب من داخل اسلش هم، تو اسلش چیزی نگفتم، با اسلش کار نداشتم، من سه تا لینک دیگه دارم product, about, contact. گفتم اگه رفت تو کاربر روی لینک product کلیک کرد، خب بیا چیکار کن، به روت هم گفتم بیا component child رو بهش بده. خب کامپوند چالد میاد چی میگه؟ میگه آجان من میخوام بازشم نیاز به آیدی دارم، اون بعد از اسلش که میشه آیدی رو به من بده. میگه چجوری این کار میکنم با یوز پارام، یا کنید اچه ها آیدی پروداکت، میبینید آیدی شوز میشه مرتب. به این بچه ها میگن URL پارامتر، به این میگن URL پارامتر. کجاها به درد میخوره؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم. یه مثال قشنگتر بزنم که براتون جا بیفته. خب اینو من برمیدارم، اینو میکنم about، خب اینو هم میذارم about page. خب
ریترن کنی بعد پیج. همین رو برای کانتکت هم می نویسم. خب مثال شده قشنگ تر کنم. کانتکت پیج. همین رو برای پروداکت می نویسم. بعد داخل پروداکت می نویسم let id params. بعد میگم product id دو نقطه id. میخوام چیکار کنم؟ بعد تو فرض کن شما یه وبسایتی داری، سه تا صفحه داره. یه صفحه عبادت داره، یه صفحه کانتکت، یه دونه هم چند تا پروداکت مختلف دارید بچه‌ها. چند تا پروداکت مختلف دارید. خب میام اینجا. اینجا بچه روتام باید سه تاش کنم. میام اگه کسی با اسلش about کار داشت، خب مثل قبل بچه. کامپوننت about رو براش باز کن. اگه کسی با slash contact کار داشت، کامپوننت کانتکت رو باش باز کن. اما اگه کسی با پروداکت کار داشت بچه ها، مثلا کسی با پروداکت مثلا پروداکت اسلش مثلا یک کار داشت، پروداکت اسلش یک کار داشت، یعنی محصول شماره یک کار داشت فرض کنیم. خب میگم که product slash دو نقطه id. فرض کنیم کسی بچه ها با product شماره یک کار داشت، اون وقت میگم چیکار کن؟ بذار یه کار دیگه کنیم، یه حرکتی میخوام بزنم بچه. میبرمش تو product. خب اگه کسی با product کار داشت، ببر صفحه محصولات. خب یه دون صفحه محصولات اینجا من درست کنم. اینو میزنم پروداکت دیتیل اسمشو، پروداکت یوز پارامو دیگه نمیخوام، پروداکت پیج. خب بعد توی پروداکت پیج بچه ها میام چیکار میکنم؟ میام از اینا میذارم. بچه بذار من می نویسم بعد بهتون توضیح میدم چیکار میخوام بکنم.
من پروژه‌مو یه ریفرش بکنم. خب این صفحه هوم پیج هم بچه ها. خب صفحه هوم پیج همه. ما تو صفحه هوم پیج بذار یه دونه براش چیز بذارم بر صفحه هوم پیج هم. تو اپ که بفهمی صفحه هوم پیج یو ال بعد یو ال صفحه هوم پیج همه. من کلیک میکنم مثلا صفحه کانتکت میشه کانتکت پیج. بذار اینو بردارم بعد قیافه شد. میشه تو صفحه کانتکت پیج. میام تو ایبات میشه ایبات پیج. میام تو پروداکت بچه ها پروداکت پیج برام بیاره. خب پروداکت پیج من آخ اشتباه رفتم اینو بچه شرمنده من پروژه رو هم یعنی فعل بداهه دارم انجام میدم برای همین وقتی اشتباه میکنم این باید بیاد اینجا. خب تو صفحه پروداکت هم بچه ها یه لیستی از محصولات رو دارم. خب حالا میخوام وقتی روی یکی از این محصولات کلیک میکنم صفحه یه دیتیل اون محصول باز بشه. بعد میخوام این عدد بعد پروداکت رو به عنوان آیدی بدم به اون کامپوننت فقط محصولات اون محصول رو نشون بده. نگاه کنید بچه من روی این کلیک میکنم الان پروداکت آیدی یک رو نشون میده. دو میام تو پروداکت دو رو بزنم پروداکت آیدی دو رو نشون میده. میام پروداکت سه رو بزنم پروداکت آیدی سه رو نشون میده. میتونم حتی یه لینک اینجا بذارم بچه ها. میتونم اینجا یه لینک بذارم تو صفحه پروداکت دیتیل هم. میتونم اینجا باتن تعریف کنم. خب میام صفحه پروداکت هم میخوام برم پروداکت یک. خب وقتی رو پروداکت یک کلیک میکنم چه اتفاق میفته بچه ها؟ این روتینگ هم رو نگاه کنید. گفتم اگر کسی با اسلش پروداکت اسلش دو نقطه آیدی کار داشت کامپوننت پروداکت دیتیل رو باز کن. خب بعد پروداکت دیتیل چی میگه؟ پروداکت دیتیل میگه آجا من برای اینکه باز بشم نیاز به آیدی دارم، اون عددی که بعد از پروداکت رو میخوام. میگه خیلی خب یوز پارام استفاده میکنم عدد رو بهت میدم. عدد رو میگیره اینجا نمایش میده. میرم پروداکت یک یه دکمه روشن بک تو پروداکت پیج میزنم برمیگرد اینجا. میبینید بچه ها به این میگن استفاده از یوآر پارامتر. این جوجه ها به درد میخوره. مثلا شما یه صفحه دارید یه لیستی از مثلا مقالات یه لیستی از محصولات میخواد وقتی رو هر کدوم کلیک میکنید صفحه متناظر با اون محصول یا مقاله باز شه میتونید از یوآر پارامتر استفاده کنید. اوکی خیلی عالی. امیدوارم پروژه براتون جا افتاده باشه. دو تا پروژه مثال زدم، یه پروژه ساده مثال زدم اول، بعد یه پروژه مثال پیشرفته تر که مطلب براتون جا بیفته. بریم بیام ادامه شوش جلسه بعد. فعلا خدافظ.